شرود به شما دوست من ناصر هستم محمدزاده کارشناس اشهد نقاشی طراه نقاش مجسمه ساز خیلی دقت بکنید این ویدیو آموزش العاده ای هست چون شروع یک سری آموزش هست شروع یک کار تمام هست در واقع و دقت بکنید که من با چه اتودی دارم طرح اولیه رو طرح قبل از رنگ رو اجرا میکنم این اتودی که من دارم استفاده میکنم توی این ویدیو اتود پنجدهم هست یعنی نازکترین اتود که ما استفاده کنیم برای کاری که خواهیم بعدا اون رو رنگ بکنیم رنگ بکنیم مخصوصا این کار که قراره با مداد رنگی کار بشه این از ابزار کار و این که خیلی دقت بکنید به رنگ های این کار که توی ویدیوهای دیگه استفاده میکنم و قضیه که فوق العاده مهمه توی این ویدیو نازکی خطها کمرنگی کار کمرنگی خطها و این نازکی زرافت خطا که اینجا توی این نمای نزدیک مشخصه خیلی به شما کمک میکنه که بعدا که میخواید کار رو رنگ بکنید اولا خطوط اضافه را به راحتی پاک بکنید و یا اگر حالا برای آزمون عملی و کنکور و هنر شما فرصت این کار رو ندارید که من حتما توصیه میکنم این کار رو انجام ندید یعنی وقت اضافی نداره شما برای تمیز کردن کار رو پاک کردن مگر اینکه جایی خیلی ضروری باشه ولی خب به حال شما باید توی زمان خیلی کمی بتونید به سرعت کارتون رو رنگ بکنید و رنگ هم تازه به سادگی و خلاصه حالا توی ویدیوهای بعدی این آموزش این رو من عملا برای شما اجرا میکنم و آموزش میدم و توضیح میدم در حال اینجا توجه بکنید به خطوط هایی که من استفاده می کنم این چین شروک های لباس فرم هایی که به لباس میدم و البته این فرم که طبع... تبعیت میکنه از فیگور و آناتومی و ساختار آناتومی که توی فضای پرسپکتیوی هست و توی ویدیوهای قبلی این پلیلیست آموزشی مفصل درباره این موضوع من آموزش دادم و توضیح دادم یعنی مخصوصا همین چند تا ویدیوهای قبلی دقیقا پشتبانه این آموزش و این ویدیو ها هست که توی اونها فیگور رو کاملا توی فضای پرسپکتیوی و با احجام ساده مکعبی توضیح دادم آموزش دادم آنالیز کردم و تمام نکات رو که لازم و ضروریه براتون اونجا من آموزش دادم حتما ببینید تا اینکه بتونید این ویدیو ها رو خیلی بهتر کار بکنید یاد بگیرید و متوجه بشید خب دقت بکنید به ساده کردن پنجه دست لباس ها شین جلوگاه حالت های این تا فیگور که با همدیگه روی کرسی سنتی نشستن این مثلا میتونه این حالت و این فضا میتونه به شما کمک بکنه و شما استفاده بکنید برای سوژه هایی که مثلا دو نفر یک آقا و یک خانم نشستن توی یک حیاتی توی یک منزل سنتی یک خانه قدیمی و دارن حالا اصرانه صبحانه میخورن چایی میخورن با هم دیگه نشستن صحبت میکنن یا اینکه نه همین دو نفر نشستن توی یک غذاخوری سنتی توی یک پارک و حالا دیگه خودتون فکر بکنید چه جاهایی مشابه این جا که دو نفر به این حالت بشینن چهار و روی یک سکو مانندی در حالت صحبت کردن و حالا چای خوردن و یک حرکت روزمره که ما هممون در, در طول روز میتونیم این حالت ها رو داشته باشیم و البته میتونید به همین قواعد که توی ویدیوها قبلی ها و این یکی آموزش میدم فیگورهای دیگه هم بهش اضافه بکنید ولی خب این حالت ها حالت های پرکاربردی هست خیلی دقت بکنید چین جروک ها فوق العاده مهمه این ویدیو رو بعد چندین بار ببینید خیلی با دقت ببینید حتما آنلاین ببینید خواهشن و نظری سوالی هم اگر داشتید توی کامنت رو برای من حتما بنویسید و من هم حتما پاسخ خواهم داد بسیار تمرین کنید پیروز و موفق باشید بدرود